آینه رو نگه دارم هم I go to Sarachia. بعد بیستان سلام بچه ها، من اومدم با یه ویدئوی جدید دیگه، با ویدئوی پرطرفدار وسایل عجیب غریب. چند تا وسایل عجیب غریب طبق معمول تهیه کردم که با هم دیگه باز کنیم، امتحان کنیم، ببینیم شبیه تبلیغاتشون هستن یا نه. و از حالا میتونم بهتون بگم که تقریبا یکی دو تاشون مطمئن نیستم، ولی اکثرشون آشغالن. چند تا وسیله عجیب غریب داریم؟ بذار بشمارم براتون. 5 تا، با 5 تا وسیله عجیب غریب اومدم. از این شروع میکنم. اینو تو ویدئوی قبلی که لینکش براتون میذارم این بالا بهتون گفتم که اینا سفارش دادم و همون لحظه متوجه شدم که چه چیز مزخرفیه. اصلا خیلی، این چیه؟ دو تا تیکه الکی، ژن آسیای، آسیای شرقی. ژنشون خب ژن کم موی دارن، کلا بدنای کم موی دارن، واسه همون موژه و ابرو هم خیلی کم دارن و اکثرا موژه های پایین رو ندارن، برای همین معمولا با خط چشم موژه های پایین رو میکشن. و جدیدن خیلی وایرال شده که خیلی از این استامپ های مثل مهر میمونه استفاده میکنن برای کشیدن موژه های پایین و من از این استامپا خریدم که خیلی تو ویدئوهای تیک تاک دیدم و من وقتی هر جا میچرخم میبینم مثلا یه چیزی وسیله زود عجیب غریب به ذهنم میرسه تا به چشمم میرسه زود سیوش میکنم که بگردم محصولش رو پیدا کنم و بخرم و به شما نشون بدم. و اگه شما هم وسیله عجیب غریب رو جایی دیدین برام حتما تو اینستاگرام بفرستین که من برم تهیهش کنم و بگیرمشو باز کنم و به شما نشون بدم. آیدی اینستاگرام براتون مینویسم پایین. خب این دو تا استم کوچولوئه که 1 2 3 4 5 تا موجه قراره برات بکشه. اصلا جنس پلاستیکی. به من امروز موجه های پایینم رو ریمیل نزدم که براتون اینو امتحان کنم. با این قراره که با خط چشم که روش شو بکنم. رینگ لایت هم سوخت. همونطور که متوجه شدین رینگ لایت هم یه دفعه خاموش شد. به احتمال زیاد مشکل از این سیمشه. حالا یه امروز و یه ویدئو رو اینجوری تعامل کنیم. کجا گذاشته بودم؟ اینا روی این باید با خط چشمی که میکشی بکشی و مثل استم بذاری زیر چشت و چپ و راست داره فکر کنم. آره، یکیش واسه چپ چشم چپ و یکیش واسه چشم راسته. خب امتحان میکنیم. مطمئنم این آشغالی پیش نیست. چه عذابی دونه دونه، یعنی خیلی پررنگ و الکی میشه. خوش اینو آخر ویدئو امتحان میکردم. متاسفانه احساس میکنم اتاق خیلی تاریک شده، ولی دیگه بذارین حداقل چشم چپ و راستم رو قرینه کنم، این برام بکشم. یکم بیشتر شبیه موجه شد، ولی انگار خط چشمت ریخته. وای، حداقل اینو من آخر ویدیو امتحان میکردم که اینجوری آرایشم خراب نشه تا آخر ویدیو. عقل ندارم. بذار من یکی یه بار دیگه امتحان کنم. خب من سکوت میکنم و از حالا ازتون عذرخواهی میکنم که تا آخر ویدیو قراره با این قیافه منو تحمل کنیم. این قیمتش خیلی ارزون بود. از ارزون بودن قیمتش قشنگ معلومه که چه آشغالیه. بعد از 1 تا 10 به این امتیاز منفی 10 میدم به خاطر اینکه آشغال به تمام معنای و پلاستیکش فقط واسه آلودگی محیط زیست میشه و ما رو با تبلیغات گول زدن. ببین با اینکه قیمتش ارزونه ولی فکر کنم مثلا 100 تا احمق مثل من، حتی من میدونستم به درد نمیخوره. واقعا هستن کسایی که فکر کنم به دردشون میخوره و بخرن. من خریدم که به شما نشون بدم، برای استفاده شخصی نخریدم. اینو تو ذهنتون باشه. 100 نفر بیان اینو بگیرن میدونی درآمد بازن. و مطمئنم اینا رو از 3D پرینتر استفاده کردن. خلاصه بریم سراغ وسیله آشغال بعدی. این وسیله آرایشیه و قراره به شما تو 4 مدل کمک کنه. اولیش واسه کنتور دماغه. دومین کمکش واسه کنتور لبه که من برای که این قسمت وی شکل لب این هست ویه اینو درست بکشه، یعنی واقعا کسی هست نتونه اونو بکشه.
استفاده بعدیش برای اینه که ریمل پایین چشمتو بزنی و استفاده آخر برای کشیدن درست خط چشمه. خوبیش اینه که اینجوری انعطاف پذیره، بهتر از اون پلاستیکی هایی که تو ویدئوی قبلی، چند تاشون هم سیلیکونی بودن تو ویدئوی قبلی. کامل اینجوری هست. رنگشو دوست دارم. ببینم اینا. بوشو اصلا دوست ندارم. ولی این به روی لب من میخوره. باشه ببینم. تو اگه اینو بذاری اینجا، وقت روژه لب ها چیجور میخوای بزنی؟ چون روژه لب رو لب میزنی. اینو بکنم خط لب باید بزنی ها؟ من خط لب ندارم. حالا اول از کنتور رو دماغش استفاده میکنیم. وای قیافم عالی. قشنگ هالووین هم نزدیک، قیافم کاملا هالووینی شده براتون. اینو بعد بذاری اینجا. اوه بچه‌ها چه جالب، ببینین هم کنتور داره هم جای هایلایتر داره. آقا من وایسی این لحظه، راستشو بخوای من برای این خیلی ذوق و امید دارم. این کنتورمه، کنتور رو میارم. فکر کنم یه بار قالب رو در بیارم دیگه نتونم بذارمش. خب این قسمت دایره پایینش رو بذاری رو دماغ اینجوری. خب اینو اینجوری نگه میداری. خب من چجوری همینو نگه دارم؟ هم آینه رو نگه دارم، هم پشت سرتون یه آینه است. خب من اونجا رو نگاه میکنم، ولی دیگه چاره نیست. ولی یه بعدی که داره گفتین چیه؟ این پلاستیک های کنارش که نگرش داشتین دماغ، تو دماغی شد نگرش داشتین، اینا باعث میشه عرق کنی و کل این اینا ها کل آرایشت به فنا بره. خب مومنت آف تروث. یک دو سه هتاره. همطور گفتم اینجاش کامل روش خط انداخته. اینو آرایشم دماغم قرمز شده، ولی خط کنتورش هست میبینی. ولی خب کل آرایش دور روی دماغم و دور دماغم رو پاک کرده. اصلا ولی بد نیستم به نظرم، بد نیست. فقط مشکلش اینه که اینجا آرایش رو پاک میکنه، که اونا فکر کنم بشه یه کاریش کرد. یه کمی لباشو بالاتر بگیرم اینجوری نگرش دارم، به جای اینکه اینجوری فشارش بدم، اینجوری فشارش بدم. میدونی؟ اینجوری اینجوری آره اینجوری فشارش بدم. مثلا این کناراش دیگه با اینجا فشار نمیاره که آرایشمو خراب کنه. ولی بد نیست. من به این از 1 تا 10 امتیاز 5 میدم. یه بار دیگه، حالا یکی دو بار دیگه شاید ازش استفاده کنم، ولی به احتمال زیاد تنبلی میاد که ازش استفاده کنم. ولی خب کلن چیز خیلی آشغالی نبود مثل این موجه ها. خب بریم سراغ وسیله بعدی. این وسیله آشغال بعدی از اونا نیستش که بلا فاصله نتیجهش رو نشون بده. نتیجهش رو تو طولانی مدت نشون میدم. برای تقویت ماهیچه های لاستیکیه، برای تقویت ماهیچه های اینجا و آب مردن قبقب است. من دقیقا اینو آب بکشم و بیام. اینو میذاری لای دندونات و بهش فشار میاریم. راستش نمیدونم کار میکنه یا نه. خیلی جاها گه وقتی که خواهی چیزی میبینم خیلی میرم در موردش میگردم ببینم به درد میخوره یا نه دیگه. خیلی شده کسان پیدا نمیکنم، ولی اینو من پیدا کرده بودم. خیلی جاها میگفتن نتیجه داره، خیلی از مردم ورزشکار استفاده میکردن، ولی به نظر من خیلی خطرناک میتونه باشه. یه خطا بکنی میتونه بره تو گلوت و تو رو به کشتن بده و اینکه چیزه خفت کنه و اینکه احساس میکنم ممکنه به دندونم آسیب برسونه. اما هی فشار میری گربه قسم میرسون گلو. اگه گفتی صدای چیه؟ وقتی که فشارش میدم، خب این توش حباب حباب داره دیگه، زمین تو میشون بدم اینجوری توش سوراخ سوراخ داره دیگه. وقتی فشار میدی این سوراخاش اینجوری جمع میشه، بعد همین باعث میشه که لپ و زبونم بچسبه به این سوراخا، اینجوری مکش ایجاد کنه. بعد وقتی میکشم بلوب صدا بدم. یه بار دیگه این فک این برم تا میکنم.
وای این قابل شردرد میاره، خیلی خطرناکه. آدامس بذار خب، آدامس آدامس بعد آدامس ها دیدی بعضی مدت سنگ میشن، آدامس بجو. و نمیتونی با این دور حسابی حرف بزنی، هم صدای من نگاه کن چرا اینجوری شدم. شاید نتیجه بده ولی من اصلا سرم درد گرفت، خیلی فشار میاره به فک، ولی من ازش استفاده نخواهم کرد چون مطمئنم به دندونم آسیب میاره و یک لحظه چون توی دهن محیطش خیسه، این اگه لیز بخوره قلوب رفته تا گلوت و خدافظ زندگی. اصلا اینم پس بریم سراغ وسیله بعدی. این وسیله الان بهتون میگم چرا این شکل شده. اینو دوستم برام گرفته. خب من دوستام چون من ویدئوهای وسیله عجیب غریب میذارم، اینا وقتی میرن جایی مثلا یه دفعه یه وسیله عجیب غریب چششون میاد برام میگیرن که من امتحان کنم. این چیه؟ این چند تا قرصای کپسولیه این شکلی که قرار تبدیل بشه به این حیوانا. پشتش نوشته که این کپسولا رو میذارین توی آب گرم، بعد وقتی که زمان بگذره کپسولش آبی میره و این حیوانا پدیدار میشن که میتونین وقتی که دارین همون میکنین ازشون استفاده کنین. حیوانایی که توش هست اسب و خرگوش و اردک و بوقلمون و خوک و قاز و قاز و اردک با هم فرق چقدر شب متفاوتن قیافه‌هاشون. بوز و مرغ و خر قراره اینا ازش در میاد. حالا چرا این شکلی شده؟ چون این باید 12 ساعت توی آب بمونه. گفته 12 ساعت توی آب باید بمونه. ها؟ نه این 12 ساعت نیست، نمیشته 12 کجی تومور مویا پوته ها. من کامل نخوندم، فکر کنم میشه 12 ساعت. من این از قبل انداختم تو آب، بسام انداختم تو آب که بعد گذشت 12 ساعت بهتون نشون بدم. این نشه 12 تا حیوان. و خب بذارید من الان آب گرم کنم دوباره بیام بهتون نشون بدم. اینایی که گذاشتم تو آبم بهتون نشون میدم، صبر کنین. این حیواناییه که انداخته بودم و واقعا بگم واقعا چیز مزخرفیه. اینا رو میندازی توی این پلاستیکش، کم کم باز میشه دور کپسولش. اون روز اون لحظه که من انداختم بلافاصله باز شد، این لزج شده پلاستیکش. اون لحظه که من انداختم بلافاصله باز شدم. فکر کنم داره کپسول این آبی آبی میره. سبزه ببین بر خاله آبه می سبزه. 2 سال بعد توش اسفنج، ما مثل اسفنجه آبی و قرمزن دارن وارد بازی میشن و میبینیم که سبز مرحله اول احتمال شکست دادن بقیه بازیکنها رو داره. بودو دیگه 2 سال بعد این نشته موقع همون گرفته میتونه ازش کنه. فکر کنم برای بچه کوچولوان که میشینن تو تشت بندازن تو تشت، منتظر باشن که کپسولا از بین بره و حیوانا بزنن بیرون. اوه خرگوشه داره چیز میشه، بین زیرا بیرون. خرگوشه باز شده. این از خرگوشمون که باز شده، این از اسبه یا خره، از خره خرمون باز شد، این قازمون باز شد، این دوتا موندن. خب که اینجوری بود که حیوانام باز شدن. این حیوانایی که قبلا انداختم تو آب، این اسبمونه. بریم سراغ وسیله آخر. وسیله آخر خیلی بهش امید دارم. این چیه؟ بهش میگن انگری مام. اینو من خیلی تو تیک تاک دیدم. این کمک میکنه که ماکروویوتو تمیز کنی. قیافش این شکلیه و الان واقعا ماکروویو ما نیاز به کمک داره. قیافش این شکلیه. خب بعد نصف سرکه بریزم، نصف آب بریزم. که متاسفانه قراره بو گند بگیره ماکروویو ما. ببین اینه بشه که ماکروویوش بذارین تو 7 دقیقه تو دمای بالا. یعنی اینو اضافه میکنم توش موادشو میریزم مثلا تو ماکروویو 7 دقیقه به چرخه. خب گفته بذارین 2 دقیقه بیشتر بمونه. 2 دقیقه بیشتر رو بدون ماکروویو یا همین جور با ماکروویو بذارم؟ یعنی ماکروویو روشن کنم یا روشن نکنم؟ چون اگه قرار باشه بلافاصله بعد 7 دقیقه 2 دقیقه بیشتر بذارم، خب چرا از اول 9 دقیقه نذارم؟
یه تیکش کم وقتی که تموم میشه اینو بلند میکنی و دوباره خودت باید با اسفنج اینا تمیز کنی ماکروویو. فقط اینکه من اینو چجور وا کنم. خب شیوا خیلی راحت با یه حرکت سرش رو را کرد. توش سرکه و آب ریختم که بوش افتضاحه. ماکروویو قراره واقعا این بورو بگیره. سرش رو میذارم. خب این از سرش. اینم از موهاش. ها. بریم سراغ ماکروویو. همونطور که مشاهده میکنی ماکروویو ما واقعا کثیفه و این آماده بود برای اینکه از این استفاده بشه. اینو میذارم اینجا تا 7 دقیقه. اینش روی کنگ بزرگترین سرعتشه. اوه 7 دقیقه خیلی زیاده. 2 hours later. تموم شد. بوی سرکه خونه رو برداشته و به هم گفت 2 دقیقه بذاریم بمونه. منظورش نتر که توی ما کل ماکروویو خیسه. بذارم 2 دقیقه بمونه ها. خونه رو بوی سرکه برداشته و شیوا پر شد کل پنجره ها رو وا کرد. خب من اینو باید اینو بلند کنم. گفت دستاش بگیر. داغ لعنتی. درش رو ببینم ازش چه سرکی میریزه. اینا همه چربیه ها. وای شیوا ماکروویوون با توالت یکی بوده. بابا این چربیاش دیده نمیشه دیگه. این داغلون دیده داره میشه. خب این انگری مامه رو سرش چند تا سوراخ داره. تو این عکسی یکم معلومه. حالا گوشتمش تو ماکروویو. از این سوراخ آب مثل که با شدت میزنه بیرون و کل ماکروویو رو خیس میکنه. چون داره میچرخه آب همینجوری توش میچرخه دیگه. و صدا رو میشنه شیوا چاره داره تمیز میکنه. بعد اینکه کل خونه رو سرکه گرفته. کل خونه. ببین وقتی سرکه رو وام میکنی محیط آشپزخونه خودش بو سرکه میگیره و فکر کن داغ تو ماکروویو اصلا دیگه یه تمام پنجره رو واکه و واقعا اشتها کور کن بود. ولی خب این مسئله عجیب غریب تمام شد. این بود این قسمت مسئله عجیب غریب. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. آها من به انگلی مامه از 1 تا 10 امتیاز 10 میدم. این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده یادتون نره که حتما کانال سابسکرایب کنین. نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسین. زنگوله رو بزنین که وقتی ویدیو گوشتم اول از همه بهتون خبر بده. فعلا تا ویدیوی دیگه خدافظ.